درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذاره که بتونم مطالبی که برای شما تهیه میکنم بدون مهمانمون یا با مهمانمون در خدمتون ارائه بکنم. از جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان خیلی سپاسگزارم که مثل همیشه منو یاری میدن برای بهبود این برنامه تا اونجایی که از عهده من برمیاد. امروز قرار بود که یه مهمان بسیار فرهیخته ای در خدمتشون باشیم، ولی در لحظات آخر حالشون زیاد خوب نبود و نتونستن در این برنامه شرکت بکنن. امیدوارم که در برنامه های دیگه از حضورشون استفاده بکنیم و امیدوارم که حالشون هرچه زودتر بهتر بشه. صحبت اصلی امروز من مربوط میشه به گمان زنی که اسرائیل تا پایان یا در تا اواسط ماه نوامبر به احتمال بسیار قوی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد و دلایلش هم خدمتتون خواهم گفت و چرا در این تاریخ رو من انتخاب کردم که دربارش صحبت خواهیم کرد. ولی قبل از اون چند تا خبر کوتاه خدمتتون میگم که احتمالاً اگر نشینده باشین بتونه شما رو به روز بکنه. امروز رئیس دومین شرکت نفتی روسیه به نام آقای راویل مگانوف که در بیمارستان بستری بود، از پنجره بیمارستان به بیرون انداخته شد و جابجا کشته شد. این اولین و آخرین کسی نیست که در روسیه کشته شده و خواهد شد. در حدود دو ماه گذشته تا الان میشه گفت حدود ده دوازده تا از این کپاسیتی در این موقعیت کسانی که در اشل بالاترین سمت‌های در روسیه هستند کشته شدند. به خیلی هم به صورت خیلی خیلی مرموز، بعضیاشون خیلی مرموز کشته شدند و یکی از کسانی که کشته شد که قرار بود البته کشته بشه دوست خیلی نزدیک آقای پوتین بود که در لحظه آخر قبل از اینکه با دخترشون حدود 29 تا 32 سالشون بود با همدیگه مسافرت بکنن از کرملین به جایی برن، خود اون پدر با یه ماشین دیگه ای رفت و دختر ماشینش منفجر شد. یعنی در حقیقت هدف دخترشون نبود ولی خودش بود، که البته این گمان زنی هم داده میشه که ممکنه که خود روسیه، خود پوتین دست داشته بوده در این برنامه. بنابراین نکته ای که میخوام بگم اینها تمام کسانی که به این صورت کشته شدن کسانی بودن که با آقای پوتین مخالف بودن در مورد جنگ با اوکراین. بنابراین این یک قسمتی بود که میخواستم خدمتون بگم. خبر دیگه ای که براتون تهیه کرده بودم، دو تا آخوند امام جمعه در قم چند روز گذشته توسط هموطنانمون با لوله های فلزی بهشون حمله شده و دست و بالشون رو شکستن، سرشون رو شکستن و عکسای اینها البته در روزنامه ها، در رسانه ها گذاشته شده و اینا در بیمارستان هستند. این دکته حائز اهمیت هست که در حقیقت اختاری هست به آخوندها که مردم ساکت نخواهند نشست. همینطور که آخوندها در بالای منبر
بسیار مردم رو اذیت میکنن یا خرافات میگن و یا باعث میشن که مردم جوانهایی که تشویق میشن به زنها و خانمها حمله بکنن، مردم هم ساکت نمینشینن. من فکر میکنم که مقدار این حملات بیشتر خواهد شد که کمتر نخواهد بود. در خبر دیگه ای که براتون درآورده بودم این بود که رصدخانه مهاجرت ایرانیان گفته که 73% از پزشکان و پرستاران و 60% از استادان و استادان دانشگاه و دانشجوهای رتبه بالا در درخواست سوء پیشینه کردند. سوء پیشینه برای چی کردند؟ زمانی که شما میخوان برین به خارج و احتمالاً از شما سوء پیشینه میخوان در جایی که میرین برای گرفتن کار، از شما سوء پیشینه میخوان، گرفتنش از خارج ممکنه مشکل باشه، بنابراین قبل از اینکه برن تمام کارهاشون رو انجام میدن. در سال گذشته طبق آمار خود سازمان پزشکی حدود 3000 نفر، 3000 پزشک ایران، جراح پزشک کشور رو ترک کردن و این آمار در امسال هم به شدت صحبت زیاد هست که ترک میکنن. به عنوان مثال یک پزشکی که حدود مثلا $1000 ممکنه حقوق داشته باشه، همین پزشک حداقل حدود $6000 در بدو ورود بهش خواهند داد. بنابراین این اختلاف درآمد و هزینه هایی که بالا میره بسیار زیاد هست و البته پزشکا یکی از کسانی هستند که ما به عنوان شاخص بهشون نگاه میکنیم، اگرچه تعداد بسیاری از پزشکا درآمد نسبتا خوبی دارن، ولی شکایت پزشکا این هست که همه پزشکا به انقدر درآمد ندارند و دولت هم از اینا به عنوان نمونه اون کسانی که درآمد خیلی بالا دارن ازش استفاده میکنن و از اینها مالیات میخواد. آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته که اگر کسی خارجی $100,000 سرمایه گذاری بکنه در ایران بهش اقامت داده میشه. این جالبه که تا چندی پیش رقمی که درخواست کرده بودن $250,000 بود، ولی کسی نیومد، حتی گفته میشه حتی یک نفرم درخواست نداده بود. جالب دیگه این که در همون زمانی که جمهوری اسلامی درخواست $250,000 برای دادن اقامت به خارجی ها پیشنهاد کرده بود، ترکیه هم همین $250,000 رو خواسته بود و به علت هجوم بسیار زیادی هم از ایران هم از کشورهای منطقه رقم رو به $400,000 و به گفته $500,000 افزایش دادن و از این طرف ما میبینیم که اونا افزایش دادن $250,000، ولی جمهوری اسلامی به خاطر کسی استقبال نکرد، اون $250,000 رو به $100,000 تقلیل دادن. پرسش اینجاست که چه کسی میخواد بیاد $100,000 اونجا بذاره و بتونه اقامت بگیره؟ چه چیزهایی هست که در جمهوری اسلامی تشویق میکنه که یک نفر بیاد که اونجا $100,000 سرمایه گذاری بکنه، در حالی که من چند لحظه پیش خدمتون اشاره کردم که چه تعدادی درخواست خروج داشتن و دارن؟ بنابراین این نشون میده عدم مدیریت، عدم صلاحیت، عدم مقبولیت. و این عکسی که الان شما ملاحظه میکنید خانم میرزاخانی هست که به عنوان در حقیقت نابغه قرن شناخته شده بود و متاسفانه همونطور که اطلاع دارین ایشون بر اثر سرطان در آمریکا فوت کردن. امثال البته الان چند نفر دیگه هم شبیه خانم میرزاخانی، مریم
میرزاخانی الان در آمریکا و جاهای دیگه هستن که اسامیشون در رسانه های مختلف در حال پخشه. آقای علیرضا بیگی نماینده مجلس در صحبتی که امروز کرده گفته اگر که بنا باشه گزارش تحقیق و تفحص مجلس در بانک ها تفحص در بانک ها رو بتونه گزارش بده، این در حقیقت یک شرطیه، اگه بزن اجازه بدن که گزارش بده، به نظر ایشون تا اطلاعاتی که تا کنون به دستش رسیده معتقد هست که فولاد مبارکه در حقیقت یک قطعه کوچیکی از اختلاس هست و شما باید، شما بیننده هموطنان عزیزم باید متوجه باشین که اگر که فولاد مبارکه که 3 میلیارد دلار اختلاس شده و با این 3 میلیارد دلار چه کارهایی میشد جا کرد و الان اگه بخوان گزارش اختلاس و دزدی هایی که در بانک ها شده گزارش بدن که فولاد مبارکه رو کوچیک بکنه، شما باید ببینید که چه اتفاقی در کشور افتاده. ببینید روی سکه این صحبت من، این پول ها باید در حقیقت به جیب مردم بره. اینایی که اختلاس هایی که میشه در حقیقت از منافع ملی، از کشور ما، از مردم ما، از شما بیننده، از هموطنانمون برداشته بشه. بنابراین با واقعا آدم هر چقدر که جلوتر میره و ببینه که چه جنایاتی داره انجام میشه. میخوام یادآوری بکنم که اون چیزهایی که ما میدونیم شاید 5% یا 10% اون چیزهایی است که اتفاق میفته و اون اتفاقات اصلی که اتفاق افتاده به نظر من و بسیار کارشناسای دیگه زمانی مشخص میشه که جمهوری اسلامی نباشه، زمانی مشخص میشه که دست ما به مدارک برسه، زمانی دست ما باز خواهد بود که ببینیم که چه کسانی چه پولهایی رو گرفتن. فرقی هم نمیکنه، این ممکنه که این مزدورایی باشن که به من و شما حمله میکنن در رسانه ها یا به صورت سلول های خفته در کشورهای مختلف کارهایی رو انجام میدن بر علیه منافع کشور ما، فقط و فقط برای نگهداری و دوام جمهوری اسلامی است. مطلب دیگه که اضافه بخوام بکنم در این مورد این که در همدان و شهرهای غربی ما، در کوکولویه و جاهای دیگه، در 2-3 هفته پیش مردم وضعیت خیلی بد داشتن از نظر آب. من یک تحقیق کوچیکی کردم، دیدم که تعداد بسیار زیادی تصفیه آب شور به آب شیرین در عراق نصب شده توسط جمهوری اسلامی و جنراتورهای برق. در یک قلم 10 تا تصفیه آب شور تصفیه خونه گذاشتن در کربلا و مسیری که به کربلا و به نجف گذاشته میشه، فقط این یک قلم است، این مال 3 سال پیشه که دارم میگم و حدود 40 میلیون دلار هزینهش بوده. از اون زمان تا الان هم باز هم بسیار تصفیه خونه های بسیاری رو نصب کردن. موضوعی که میخوام بگم اینه که مردم ما دارن زجر میکشن، آب ندارن، آب آشامیدنی ندارن. و یک عکسی بود، یک فیلم کوچیکی بود که اگر مهندس فرزاد بذاره، یک کسی با دستشو داره با یک قیف در حقیقت داره میشوره، اگر اون هست با هم دیگه ببینیم که و صحبت اون هموطنمون هم بشنویم اگر ممکنه. ولی چیزی که در عمل برای ما کاری کرده باشه هیچ وقت نکردن. کاش که ما مالی چشوری بیگانه بودیم 2000 کیلومتر و یه تیر میرفت تو کامون همین بس اینجا
همین سپاه، همین امنیتی ها سپاه کلی راه میداختن، حمایت خودشون اعلام میکردن، راه پیمایی میکردن در هزار تا کار دیگه. ولی ما این فرونا بیچاره شدیم. خدا میدونه تو این چند سال بعد از سری بی آبی چقدر ما خسارت دیدیم. سرمایه همون که حاصل عمری پدر بزرگمون بود، نابود شد بیشترش، یختش هم در حالی نابودیه. چقدر آماری فقر، آماری طلاق، خودکشی بالا رفت این منطقه. چقدر آماری طلاق، آمارای دیگه که حالا نمیخوام بگیم، خودکشی، چقدر آماری فقر، آماری نابودی، یه مسائل دیگه که از دوست نداریم در موردش حرف بزنیم. چقدر به چاما توی این چاما کشته شدم، از یه خانواده 3 تا، از یه خانواده 5 تا توی این مسیر که رفتم توی این شهر همون شهر اومدم کشاورزی کنن با ماشین کشته شدم. چقدر توی این خونه لاشین گرفتشون، آب خفشون کرد، با هم نکرد کسی، یه نفر یه زن نگفت. من میخوام ببینم ما از مالی ایرانی نبودیم، مسلمون هم نبودیم، شیعه هم نبودیم، همگیره هم کشیشون آقایون که بین ما با هم هستیم نبودیم. ما یه انسان نبودیم، یه جنبنده نبودیم، بشر نبودیم، به عنوان همدردی حتی اقل میخواستیم یه بیا حرکت نمادیم انجام بدیم. در عمل که هیچ کار نکرد، چون ما هنو آبی نمیبینیم، رودخونمون خشکید، چاوامون خشکید، مالمون نابود شد و این آقایون بانی نکردن. اینقدر شعاری شیعه گری ندید، اینقدر شعاری مسلمون گیرد، باش از همه مسلمون نبودیم، کاش حکومتی ما اصلا اسلامی نبود، شاید شرایط فرق میکرد. کاش آقایونی که تو هر جلسه ما رفتیم، فرموندار، استاندار، جناب سرهنگ، فلان فلان، تمام گفتن ما کشاورزاده ایم، فقط ما را اقبال کردن. اگه کشاورزاده بودی دردی ما را فهمیده بودی، یا کشاورزاده نبودی، یا اگر هم بودی همون پدردم کشاورزیش مثل همین کاری خودت نمادی بود، زوری بود. بله، ایشون در حقیقت حرف همه مردم میزنه، میگه ما مگه مسلمون نیستیم؟ مگه ما ایرانی نیستیم؟ چرا با ما این رفتاری میکنین؟ و من در چند لحظه گذشته راجع به موضوع آب که صحبت کردم، واقعا این نشون میده ما چرا آب تصفیه، آب شور به شیرین رو نداریم. این همه هزینه شده. در یک کلیپ دیگه بود که من نتونستم امروز برسونم، یک گزارشی بود از یک مسجدی که چندین هکتار زیر بنا بود و میگفتش که اون کسی که داشت معرفی میکرد این مسجدو در کربلا، میگفت هر ستونهای بسیار زیبای مرمر داشت، میگفت 50 میلیون متر مربع هزینه این ستونا بود و من فکر میکنم بدون اغراق حدود 100-150 تا ستون شما میتونستین اونجا ببینید و چه چلچراغ‌هایی در اونجا آویزون بود و اینا تمامش هزینه شده از جیب مردم. همین کشاورزی که الان میگفت، هفته گذشته یک مهمان داشتیم، آقای نیکبخت که اهل اصفهانه و مهمان ما بودن در هفته گذشته، میگفت اگر ما 20% آبی که برای فولاد مبارکه مصرف میشه آزاد میکردیم و میدادیم به زاینده رود، ما مشکلی اصلا زاینده رود زنده میشد و نیازی نبود که ما این همه در اطراف زاینده رود و یا خود زاینده رود و کشاورزی زاینده رود ما اینقدر زجر بکشیم. بنابراین در آغاز نصب این کارخونه ها در اونجا در یک جای خشک کار درستی نبود. اینو در حقیقت در نزدیک آب میذارن، یعنی در منطقه خلیج فارس، در اون مسیری که در اون تمام جنوب ما آب هست، میتونن از اونجا استفاده بکنن. البته هنوزم دیر نیست، میتونن اگر که کشور ما داره از بین میره به خاطر بیابی، اگر زاینده رود که زاینده همه محصولات کشاورزی و باغ‌های اطرافش هست، اگر داره از بین میره، خب این بدتر میشه، خب بهتر که نمیشه. یا باید کارخونه رو تعطیل بکنن و یا اینکه تغییرش بدن محلش رو. بنابراین این چیزایی هست که جمهوری اسلامی براش مهم نیست،
به خاطر اینکه هدفش جای دیگه است، فکرش جای دیگه است. اون فکرش گسترش ایدئولوژی شیعه اثناعشری در منطقه و جاهای مختلف دیگه هست. حالا راجع به این احتمالاً در موقعیت دیگه‌ای که الان ممکنه راجع بهش صحبت بخوایم بکنیم بهش خواهیم رسید. در موضوع مهم امروز که میخواستم راجع بهش صحبت بکنم که یکی از موضوعهای مهم بود، البته اگر فرصتی باشه راجع به جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای علی خامنه‌ای صحبت خواهم کرد، ولی امیدوارم که فرصت باشه. در مورد اون موضوع اصلی که میخواستم راجع بهش صحبت بکنم، این که وضعیت قرارداد برجام همطور که دنبال میکنین و اطلاع دارین به جایی نرسیده. تا کنون هر دفعه که به یک مقطعی رسیدن که همه چیز آماده است، یعنی 6 ماه پیش آقای اولیانوف نماینده شوروی روسیه در وین گفتش که فقط یک امضا مونده و اگر یک کمی عقب‌تر بریم، زمانی که روحانی سر کار بود فقط گفت یک امضا مونده و اون امضا در حقیقت تاییدیه آقای علی خامنه‌ای می بوده باشه، ولی این کار نشد. و تا الان، از اون زمان تا الان 2 یا 3 بار گفتن که همه چیز نزدیکه و هر دفعه نزدیک شدن به یک نحوی این برنامه انجام نشده. و چگونه شده؟ هر بار که نزدیک شدن آقای عبداللهیان، امیر عبداللهیان، وزیر خارجه بی سواد کشور ما، رفته به مسکو و آقای لاواروف که عکسشو در اینجا ملاحظه میکنین و یا ملاقات با آقای پوتین، گفته که ما همه چیزمون تموم هست دیگه، آماده است. اونا ملاحظه کردن، گفتن که نه، این تذکرم روش بذارین، اینم بهش اضافه بکنین، که اینا برگشتن و اینو 2 مرتبه به آمریکا و اروپا دادن و اونا هم گفتن که نه، این که نمیشه، ما باید بریم روش مطالعه بکنیم. و اونا میان، آمریکا و اروپا میاد 2 مرتبه، یک شرایطی که اینا گذاشتن، اینا هم یه چیزی بهش اضافه میکنن، 2 مرتبه برمیگرده. آخرین چیزی که اتفاقی که افتاده این که دیروز آقای امیر عبداللهیان بدو رفته به مسکو و اونجا مطالب آخری که آمریکا ارائه داده بود که بر اساس اون بتونن امضا بکنن، و الان جزء صحبتی که امروز کرده، کنفرانس کالی که داشته، گفته که ما خب یک مطالب دیگه‌ای هم داریم که باید مطرح بکنیم. خب این نشون میده که باز هم به خنس خوردن. قبل از اون که یک نشستی داشتن در قطر که آقای عبداللهیان رفت اونجا، یا فکر میکنم که آقای باقری کنی بود، آقای بله درسته، آقای باقری کنی بود که به عنوان مذاکره کننده برجام بود، بدون این که قبل از اینکه بیاد به تهران گزارش بده، به خامنه‌ای گزارش بده، از اونجا مستقیم میره به مسکو که نتیجه اون گفتاری که داشتن در قطر به اطلاع مسکو برسونه و بعد برگرده به ایران. در حقیقت برجام در اختیار مسکو هست و مسکو هم به دلایل مختلفی نمیخواد این کار به این صورت که ما الان راجع بهش صحبت میکنیم کاری انجام بشه. حالا من خدمتتون توضیح میدم. ببینین، روسیه تحت تحریمه و الان نفت و گازشو غیر از اون چیزی که الان مستقیم به اروپا میفروشه، بقیهشو به صورت قاچاق از طریق چین، لوله کشی که چین داره و یا کشتی های دیگه، میفروشه به کشورهای مختلف و پولش هم نه با دلار یا یورو میگیره، بلکه
با روبل میگیره. بنابراین این رو همین کارهایی که جمهوری اسلامی در این چند سال گذشته کرده از جمهوری اسلامی یاد گرفته. ولی از طرف دیگه اگر قرار هست که جمهوری اسلامی قراردادی رو امضا بکنه، الان حدود فکر میکنم 100 میلیون طبق گزارش هایی که اومده 100 میلیون بشکه نفت در کشتی های مختلف در دریاها و یا اقیانوس ها منتظره که به یک کشوری خورده خورده فروش بره که مقدارش رو به چین میفروختن و مقدارش هم به کشورهای دیگه به صورت قاچاق. کشورهای اروپایی میخرن ولی نه مستقیم، از طریق کشتی به کشتی میکنن، به عنوان نفت عراق میفروشن، به نام نفت کشورهای خلیج فارس میفروشن. حالا اگر که قرار باشه که برجام انجام بشه، امضا بشه، یعنی اینکه جمهوری اسلامی میتونه نفتشو به راحتی بفروشه. خب اگر قراره که نفتشو بفروشه، سر روسیه کلاه خواهد رفت، برای اینکه اون بازار نفتی که روسیه از جمهوری اسلامی گرفت به خاطر تحریم ها، الان نوبت جمهوری اسلامی میشه که نوبت نفت روسیه رو بتونه در بازار بگیره و پس گرفتنش کمی مشکله. پس این برای روسیه قابل تحمل نیست، مگر اینکه یک زدوبندی با جمهوری اسلامی بکنه که نفت روسیه هم همزمان با نفت جمهوری اسلامی فروش بره. خب این یک قسمت هست. قسمت دیگه این که اگر که قرار این پول ها به دست جمهوری اسلامی برسه، که اگر تصور بکنین الان ما گفتیم 100 میلیون بشکه در کشتی ها هست و قیمت پایین امروز حدود 95-96 دلار هر بشکه هست، 96 دلار آمریکایی هست، ما این رو به صورت 80 دلار بگیریم، ببینیم که چه یک حدود 8 میلیارد دلار الان آماده برای دادن به جمهوری اسلامی هست. حالا غیر از اون پول هایی که قراره که از کره جنوبی، اونایی که بلوک شده، از هندوستان یا از پاکستان و یا کشورهای دیگه که پولها رو بلوک کردن، حتی از اروپا، دست جمهوری اسلامی میرسه. خب این پولها به کجا خواهد رفت؟ مشخص نیست. اون چیزی که برای ما از نظر تاریخی مشخص است اینه که به قسمت‌های بسیار زیادیش به دست تروریست‌ها خواهد رسید که الان مدتیه بهشون خوب پول داده نشده و گسترش سلاح‌هایی که باید به اینها داده بشه. خب این قسمت بود که من اون گمانه‌زنی که راجع به حمله اسرائیل اینجا در حقیقت رشد میکنه این فلسفه. در مورد برجام، حالا امضا بشه یا نشه فقط مربوط میشه به برجام. ما الان اطلاعات دقیقی نداریم که آیا موضوع نیابتی ها در کشورهای منطقه مطرح شده که ما چیزی ازش نشنیدیم. در مورد عراق ما چیزی شنیدیم؟ نه. در مورد لبنان چیزی ما نشنیدیم. بنابراین این نیابتی ها سر جای خودشون خواهند بود. کما اینکه الان در اخبار میبینین حدود 10 ماه هست که عراق دولت نداره. انتخابات شده، آقای صدر انتخاب شده که بخواد که کابینه تشکیل بده، ولی طرفداران جمهوری اسلامی اجازه ندادن. با کارهایی که کردن مجلس رو تقریبا میشه گفت منحل کردن و الان آقای صدر هم استعفا داده. خب بنابراین الان یک بلبشوی در عراق هست و اینو مخصوصا جمهوری اسلامی انجام داده که نماینده صدر نخست وزیر عراق نشه.
جمهوری اسلامی میخواد که نماینده های خودش، افراد خودش در به عنوان نخست وزیر انتخاب بشن. بنابراین الان عراق سه تیکه شده، شیعیان، سنی ها و کرد ها، و امکان این که جنگ داخلی در عراق پیش بیاد هست. درصد چقدر هست؟ در حقیقت میشه گفت 50-50، برای اینکه اگر به نتیجه نرسن ناچارن عراق بدون دولت خواهد بود و چجوری این حکومت خواهد گشت. بنابراین خیلی مسئله بغرنچی خواهد بود. حالا برگردیم به صحبت های اصلیمون در اینجا. وضعیت موشک پرانی های جمهوری اسلامی چی خواهد شد؟ وضعیت کشورهای منطقه مثل عربستان، مثل کشورهای کوچک خلیج فارس به چه صورت خواهد بود؟ پیمان ابراهیم که بین اسرائیل و کشورهای منطقه بسته شد به چه صورت خواهد بود؟ قول و قرارهایی که عربستان سعودی به اسرائیل داده که میتونن از فضای عربستان برای پرواز هواپیماها انجام بدن، اون به کجا خواهد رسید؟ در دو هفته گذشته وزیر خارجه اسرائیل به آمریکا سفر کرده، ملاقات های بسیار زیادی رو داشته. موساد دیروز یا امروز به آمریکا رفته، وزیر دفاع هفته پیش رفته با آمریکا صحبت کرده، با همترازای خودش صحبت کرده. تمام اینا رو که نگاه میکنی و بعدم اون اطلاعی که نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده دیروز یا امروز اعلام کرده که ما پایبند به قرارداد برجام نخواهیم بود، این یک نکته بسیار بسیار مهمیه. گفته ما پایبند به قرارداد برجام نخواهیم بود، یعنی اینکه شما اگر برجام رو امضا میکنین برای جلوگیری از غنی‌سازی جمهوری اسلامی، این ربطی به کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه میکنه نداره، و اون در حقیقت محو اسرائیل از روی زمین سر جا خودش هست، و زدن عربستان سر جای خودش هست، موشک پرانی های جمهوری اسلامی سر جا خودش هست. پس میگه ما پایبندش نخواهیم بود. امروز 5000 از نظامی های اسرائیل نامه ای رو به آقای بایدن نوشتن، امضا کردن و گفتن از آقای بایدن خواستن که قرارداد امضا نکنه. مطالبی که این سه تا رأس کشور اسرائیل در این یک هفته گذشته به آمریکا رفتن خیلی معنی داره. یعنی به چه صورت؟ یعنی اگر نخست وزیر میره اونجا، وزیر دفاع میره، رئیس موساد میره اونجا، اینا مطالبی رو دارن بهشون بگن، مطالبی دارن که من و شما نمیدونیم. این مطالب بسیار سیکرتی هست که حتی کسای دیگه هم جز ممکنه خود آقای بایدن، که همه اینا میخواستن با آقای بایدن صحبت بکنن، نمیتونن بگن. چرا نمیتونن بگن؟ برای اینکه میتونه ممکنه لو بره. وقتی که لو بره چه اتفاقی میفته؟ منبعشون که در ایران هست، در جمهوری اسلامی هست، لو خواهد رفت. پس بنابراین باید مطالبی رو به خود بایدن بگن، و میدونن که بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بزرگترین کشور، پر قدرتترین کشور دنیا، نمیاد کسی رو لو بده. اگرم مطلبی رو عنوان بکنه به صورت موازی رو مطرح میکنه که متوجه نشن که از اسرائیل اومده. بسیار خوب. پس ما به این نتیجه میرسیم که غنی سازی یک موضوع، و اون مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای منطقه و نیابتی هایی که داره و دادن اسلحه و موشک های بسیار زیاد
به حزب الله، به حماس، به حشد الشعبی، کتائب حزب الله و دیگران و حتی حوثی ها داده، که البته در پرانتز باید بگم فعلا برای حوثی ها یک آتش بس موقت بوده که چند روز پیش دو مرتبه این آتش بس تکرار شده برای مدت کوتاهی، ولی این مدت کوتاه میتونه باشه. خب اینا همه خطرهایی هست که اسرائیل رو تهدید میکنه. برم به صحبت اصلی این موضوع برسم. من فکر میکنم که انتخاب، نه اینکه فکر میکنم، بلکه انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر هست. ما الان اول سپتامبر هستیم، حدود یک ماه و نیم دیگه انتخابات اسرائیل هست که نفر مقابل نخست وزیر کنونی آقای نتانیاهو هست. آقای نتانیاهو روابط خوبی با بایدن نداره، کما اینکه با آقای اوباما نداشت و اینا هر دوشون در یک حزب هستند. در حقیقت کاری که آقای نتانیاهو کرد وقتی که نتونست وقت بگیره از اوباما، درخواست کرد از مجلس، از کنگره، که بره خودش در کنگره حرف بزنه، و این یک کاری بود که سابقه تاریخی اصلا نداشته که یک رئیس جمهور کشوری بدون رضایت رئیس جمهور آمریکا بره در کنگره حرف بزنه. این یک مشکل اساسی رو با نتانیاهو پیدا کرد. منظورم از این هست که ممکنه که آقای نتانیاهو که داره خودش رو آماده میکنه برای نخست وزیری، به با بودن بایدن بر سر کار امکانش نیست. از طرف دیگه نخست وزیر کنونی که الان سر کار هست روابط خوبی با آقای بایدن داره و با همدیگه میتونن خوب صحبت بکنن، و این مدت قبل از این آقای نفتالی بنت بود و اون نوبتش تموم شد، چون به صورت ائتلافی آمده بودن، قرار بود که 2 سال اون باشه و 2 سال این باشه. بنابراین روابطش بسیار خوبه و امکان این هست، به خاطر که روابطش هم خوب هست و روابط و اوضاع منطقه هم بسیار بغرنج هست و قراردادهایی که بسته شده با کشورهای منطقه، امکان این هست که همین ترکیب ادامه پیدا بکنه و پس از اینکه نتیجه انتخابات اسرائیل مشخص بشه، دست هر کسی که سر قدرت باشه بسیار باز هست و تمام کارهایی که باید بشه از 2 سال پیش، از 3 سال پیش تا الان ادامه پیدا خواهد کرد. منظورم از 2-3 سال پیش تا الان یعنی آمادگی اسرائیل برای حمله به تأسیسات جمهوری اسلامی. از طرف دیگه در ماه نوامبر انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست که به نظر میرسه حزب دموکرات برنده نخواهند شد و ممکنه که جمهوری خواها برنده بشن. بنابراین یک مقدار وضعیت نامعلوم هست الان، و اگر هم مشخص بشه حتی قبل از انتخابات، آمارگیری های هم که میشه، وضعیت اسرائیل با کاری که میخواد بکنه مشخص خواهد بود. از طرف دیگه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغاشو در یک سبد گذاشته و اون سبد پوتین هست. آیا پوتین اگر حمله‌ای بشه از جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد؟ به هیچ وجه نه. برای اینکه الان پوتین دستاش توی پوست گردو هست به خاطر جنگ در اوکراین، و الان همونطوری که احتمالاً اطلاع دارین وضعیت مشکل تجدید اسلحه داره، مشکلات اسلحه داره. برای همین هست که از جمهوری اسلامی پهباد خریده، پهبادهایی که به گفته خود مستشاران روسی پهبادهای
در حقیقت زیاد قابل اطمینانی نیست. حتی پهپادهای ترکیه بسیار بهشون میشه اطمینان بیشتری کرد تا پهپادهای جمهوری اسلامی، ولی پهپادهای ترکیه را دادن به اوکراینی ها که اونا ازش استفاده بکنن. پس روسیه، پوتین مشکلات اسلحه داره، تجدید اسلحه داره و نیاز به اسلحه داره و نیاز به همکاری داره با هر کشوری که بهش کمک بکنه. چین حاضر نشده پهباد به روسیه بده، ولی جمهوری اسلامی بهش داده. حالا منظورم از این صحبت ها اینه که دست و بال پوتین بسته است و نمیتونه کار اساسی برای کمک به جمهوری اسلامی بکنه و جمهوری اسلامی تنهاست. حالا من راجع به این موضوع یک بار دیگه یا دو بار دیگه در جاهای دیگه راجع به نوع حمله‌ای که ممکنه که اسرائیل بکنه صحبت کردم، الان اونو یه مقدار گسترشش میدم. ببینید، جمهوری اسلامی فکر میکنه یا سرداران فکر میکنه، سردارانی که واقعا نمیشه بهشون حتی یک سربازم بهشون اطلاق کرد چون سوادشو ندارن و اطلاعاتی که دارن بسیار بسیار ناقصه، روی حرفایی که میزنن، روی شعارهایی که دارن میدن. ارتش اسرائیل و ارتش آمریکا و حتی کشورهای دیگه مثل چین دیگه سنتی عمل نمیکنن که حالا تانک استفاده بکنن، نمیدونم از این صحبت ها. اصلا دیگه الان تانک مصرفی نداره، یا بخوان سرباز پیاده بکنن، اصلا همچی چیزی نیست. از 20 سال پیش تا الان تکنولوژی جنگ ها عوض شده، به خصوص در اسرائیل که در حقیقت کارهای بسیار ارزنده ای رو انجام میده. یکی از کارهایی که انجام میده اینه که میتونه برق شبکه‌ای ایران رو مختل بکنه، الکترومغنتیک که میتونه ازش استفاده بکنه. در حقیقت زمانی که بخواد حمله بکنه تمام ایران خاموش میشه، حتی یخچال هم قطع میشه، حتی سدهایی که آب پشتش هست اونا هم از کار میفتن. خسارت خواهد داشت، این کار خسارت زیادی خواهد داشت به خاطر قطع برق. یا الکترومغنتیک که میتونه همه چیز رو فریز بکنه، اصلا یخ بزنه، و این باز پرداختش یعنی درست کردنش یه مقدار اون خسارت ها رو خواهد داشت، ولی برای کاری که میخوان انجام بدن مسلما ارزشمنده. برای کاری که میخوان بدن، هدف دیگه ای که اسرائیل داره اینه که میخواد که حداقل صدمه انسانی نیرو زده بشه به مردم ایران، برای اینکه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی میخواد با ایران کار بکنه، مردم ایران میخوان با اسرائیل کار بکنن، اسرائیل میخواد در منطقه باشه و بتونن با همدیگه همکاری بکنن. یعنی پس نمیاد کاری بکنه که مردم ایران رو صدمه بهشون بزنه. خب کاری که میکنه چی هست؟ با اون سناریویی که من خدمتتون گفتم، و البته باید اینم اشاره بکنم، هفته پیش چند پرواز از هواپیماهای F-16، اگر جناب مهندس اون هواپیماها رو نمونه هواپیماها رو داره روی صحنه بذاره میتونیم ببینیم، سه بار خودشون اعلام کردن، سه بار به فضای جمهوری به ایران اومده و بدون اینکه هیچ راداری مشخص بشه و بفهمن برگشتن. اینها نمونه هایی هست که میان تست میکنن و میرن. البته هواپیماهای سنگر شکن هم هست، کوه شکن هم هست که عکساشو الان میبینین. اینا اصلا قابل رؤیت نیستن، هیچ راداری نمیتونه اینا رو بگیره، میتونن راحت بیان و برن. و در ابتدای صحبت هم عرض کردم عربستان اجازه پرواز داده، اگرچه پرواز مسافربری رو داره، ولی مسلما به زمانی که به این موضوع بخواد برسه
پروازهای جنگی هم این کار رو خواهند کرد. بنابراین به علاوه موضوع زدن نقطه زنهایی که موشکهای نقطه زنی که اسرائیل در اختیار داره یا آمریکا در اختیار داره، همون نقطه زنهایی که قسمتی از اونو الان به اوکراین دارن میدن، از اونا استفاده میشه. و هدف چی هست؟ هدف زدن تمام زرادخانه های جمهوری اسلامیه. به چه صورت؟ به این صورت که پس از اینکه کارشون تموم شد، این موضوع ممکنه 2 روز یا 3 روز یا 4 روز طول بکشه و این فقط حمله هست، یعنی جنگ نخواهد بود. تمام اون زیرسازهای نظامی و پشتیبانهای نظامی که جمهوری اسلامی در منطقه داره، در منطقه خلیج فارس داره، در قسمت بنادر داره یا جاهای دیگه که در زیر ممکنه کوها باشن یا جاهای دیگه، تمام مناطقی که میگن حدود 2000 منطقه هست، تمام اینها رو خواهد زد. به چه صورت خواهد زد؟ به این صورت که پس از اینکه رفتن یک دونه موشک هم نمونه که جمهوری اسلامی بخواد به عربستان بزنه یا به منافع آمریکا که بسیار سلاح و پرسنل در کشورهای خلیج فارس داره، یعنی در بحرین داره، در دبی داره، در امارات کلن داره و در عربستان سعودی داره. بنابراین به یک صورتی خواهد زد که حتی یه دونه موشک هم از اونجا نتونه پرواز بکنه. قبل از اون مسلما از طریق یا مذاکره با حزب الله و یا دیگر نیابتی ها در منطقه، یا اونها رو خواهند زد یا باهاشون صحبت خواهند کرد که تکون نخورن، و اگر هم بخورن مسلما اونها رو نابود خواهند کرد. بنابراین علت این که من دارم این صحبت ها رو میکنم اینی که وقتی که شما میخواین با یک کسی مذاکره بکنین و نتونین روبروی هم در روی یک میز بتونین بشینین، مسلما این پایبند نخواهد بود. همونطوری که اسرائیل گفته این قرارداد پایبند نخواهند بود و اسرائیل هم پایبند این قرارداد نخواهد بود. اگر جمهوری اسلامی موتوش، یعنی اون شعارش اینه که باید اسرائیل نابود بشه و اون گاه شماره هم که داره در چند نقطه در ایران گذاشته که گفتن در عرض 25 سال جمهوری اسرائیل از بین خواهد رفت و این بسیار روز شمار داره، ثانیه شمار داره و اینو داره ادامه میده، و این پول هایی که قراره که بگیره و مسلما از این پول ها استفاده های سرشاری خواهد کرد برای خرید اسلحه و دور زدن اسلحه، مسلما تمام اینها اون چیزهایی است که ما به صورت قطره چکونی میدونیم، ولی جمهور اسرائیل و کشورهای غربی به راحتی میدونن با جاسوس هایی که در منطقه دارن، در کشورهای مختلف دارن، در ایران دارن، به جزئیات کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه واقف هستن. بنابراین امکان بسیار زیاد هست که تا نوامبر، اگر که حتی قرارداد امضا برجام امضا بشه یا نشه، چون همونطور که عرض کردم دو تا مقوله مختلفی هست، بنابراین امکان بسیار بسیار زیاد هست که اسرائیل تا اون موقع به جمهوری اسلامی حمله بکنه و یک بار و برای همیشه دخل جمهوری اسلامی بیاره. یادآوری میکنم من بارها گفتم که اگر قراره که یه همچین کاری بشه، یکی از کارهایی که معمولا میکنن سران ارتش و سران نظام رو میزنن. علی خامنه ای به عنوان رئیس کل ستاد امنیتی و ارتش و سپاه هست، بنابراین ایشون یکی از کسانی خواهد بود که در مرحله اول جزو کسایی هست که خودش و بیت رهبریش از بین خواهند رفت. زمان من به پایان رسید. امیدوارم که
بتونیم که اطلاعات بیشتری که من در آتی خواهم گرفت در اختیار شما بذارم. روز و روزگار خوبی داشته باشین. امیدوارم که سرتون زیاد درد نیورده باشم. امیدوارم که از این مطالبی که خدمتون گفتم استفاده بکنید و اگر مطالبی هست زیر فیسبوک یوتیوب برای من پیام بذارین و یا اینکه در فیسبوک هم یا جاهای دیگه که جناب فرزاد برای شما از گذاشته بتونید برای من پیام بذارین و من از پیام های شما استفاده بکنم. روز و روزگارتون خوش.